سرخط خبرها خبرگزاری الحدث. ترور سردار معروف سپاه در یمن موج معترضان به ساختمان مجلس رسید شعارهای ضد حکومت مقابل ساختمان مجلس و خبری که ساعاتی پیش برجام را برای همیشه خاک کرد درود بر شما همراهان کانال ایران خوشحال می شویم تا پایان این خبر ما را همراهی کنید در صورت تمایل کانال را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در خبرنامه ما مشترک شوید با سپاس از همراهی شما مشروح اخبار خبرگزاری الحدس پاسدار حجازی جانشین فرمانده سپاه قدس در یمن کشته شده است انتشار اخبار درباره مرگ ناگهانی معاون فرمانده سپاه قدس حجازی موجب بروز شایعات بسیار گسترده ای شده و یکی از احتمالات آن این است که او در جریان جنگ یمن به هلاکت رسیده و رژیم برای آنکه به دخالت مستقیم خود در آن جنگ اعتراف نکند به دروغ پردازی پرداخته است خبرگزاری الحدث در امیرنشین های عرب در این باره گزارش جامعی انتشار داد در حالی که بحث و جدل درباره نحوه کشته شدن حجازی ادامه دارد خبرگزاری الهدس با انتشار خبری در این باره اعلام کرد بر اساس اطلاعات به دست آمده پاسدار حجازی که مسئول پرونده یمن در سپاه قدس پاسداران بود در یمن کشته شده است در همان حال که اظهارات زد و نقیض فرماندهان سپاه دائر بر اینکه مرگ حجازی جانشین فرمانده قدس بر اثر سکته قلبی نبوده بلکه او شیمیایی شده است بسیار سوال برانگیز است حجازی هرگز از اصابت بمب شیمیایی در جنگ ایران با عراق سخنی نگفته بود و اگر هم میگویند هدف شیمیایی قرار گرفته است باید در یکی از عملیات های اخیر در یمن باشد اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در مراسم خاک سپاری پاسدار حجازی گفته بود جبهه های مقاومت مورد حمایت ایران هر روز یک اقدام اساسی مقابل آمریکا و اسرائیل انجام می دهند راه حجازی و سلیمانی ادامه دارند وی در ادامه مدعی شده بود که امروز جبهه های مقاومت و فرزندان مقاومت مورد حمایت حکومت ایران در لبنان، سوریه، عراق و یمن هر روز یک اقدام اساسی مقابل دشمنان از جمله آمریکا و اسرائیل انجام می‌دهند و تا رسیدن به حکومت جهانی این راه را ادامه می‌دهند. همچنین پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران هم ادعا کرد به اسرائیلی ها میگوییم شنیدم که شادمانند بله اما این شادی شما بسیار زود گذر است شما ناپدید خواهید شد به دستی که امتی که شما را از سرزمینشان اخراج کرده اید این واقعیت که همه فرماندهان سپاه در جریان خاک سپاری اسرائیل را مورد تهدیدهای شدید قرار دادند این احتمال را تقویت می سازد که آنان اسرائیل را در این جریان متهم می دانند و این در حالی است که اگر در یمن اتفاق افتاده و در جنگ با عربستان بوده و ارتباطی با اسرائیل ندارد ولی در شرایط کنونی که حکومت ایران میکوشد کوشد با میانجیگری دولت چین از تنش در روابط خود با عربستان بکاهد برای فرماندهان سپاه آسانتر است که انگشت اتهام را به سوی اسرائیل دراز کنند به ویژه رژیم ادعا می کند که عربستان در جنگ با حوصی ها از تجربیات و توصیه های رژیم اسرائیل بهره برداری می کند. اعتراض مالباختگان بورس مقابل مجلس از بس دروغ شنیدیم ما دیگه رأی نمیدیم. صدها نفر از سهامداران مال باخته بورس با تجمع مقابل ساختمان های مجلس شورای اسلامی در تهران شعارهایی از قبیل از بس دروغ شنیدیم ما دیگه رأی نمیدیم و یا حجت ابن الحسن ریشه آخوند رو بکن و مرگ بر خامنه ای و مرگ بر روحانی سر دادند بر اساس ویدیوهای منتشر شده روز چهارشنبه یکم اردی به سهامداران متضرر که هفته های گذشته نیز بارها دست به اعتراض مقابل ساختمان بورس زده بودند این بار با تشکیل تجمعی بزرگتر مقابل مجلس علیه مقامهای جمهوری اسلامی شعار دادند. معترضان شعارهایی از جمله بورس ما، بورس ما، کوره پولسوز ما، مجلس پر ادعا کجا رفت پول ما یا حجت ابن الحسن ریشه آخون را بکن ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما و دروغگو دروغگو سر دادند همچنین این معترضان بنرهایی در دست داشتند که در آن تصویر ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه به چشم میخورد که به سکوت او بعد از چندین ماه قارت مردم و نشنیدن صدای مردم اعتراض شده است در بنرهای دیگر تصاویر وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس دیده می شود که جملاتی در زمینه سعودی شدن دوباره بورس و توزیع ثروت از طریق عرضه سهام گفته بودند. مال باختگان بورس از سال گذشته و پس از سرمایه گذاری در این بازار با توصیه مقام های ارشد جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای و حسن روحانی با سقوط شاخص های دارایی و سرمایه خود از دست دادن آنها در ماهای پایانی سال گذشته هم تجمعهای اعتراضی در مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار کردند پس از تشدید اعتراضات در دیماه حسن قالیباف از با انتشار نامه خطاب به وزیر اقتصاد ضمن انتقاد از فراهم نشدن شرایط اعلامی و اقدامات سیاسی از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار کنارگیری کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران درباره کشف اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده توضیح دهد بازرسان آژانس آثاری از اورانیوم فراوری شده را در سه سایت اعلام نشده ایران کشف کردند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه 21 آوریل 2021 با امید به اینکه تهران توضیحاتی را درباره منچه اورانیوم کشف شده در سایت‌های از پیش اعلام نشده ارائه دهد، گفتگوهایی را با مقامات ایران آغاز کرده که این موضوع احتمالاً تلاشا برای احیای توافق هسته‌ای 2015 را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنا به گزارش‌های محافل دیپلماتیک بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دو سایت اعلام نشده ایران ذرات اورانیوم کشف کردند. پیشتر نیز گزارش‌هایی در این مورد منتشر شده بود و ایران هنوز درباره آن توضیحی نداده است. عدم احراز پیشرفت در ارائه توضیحی درباره منشأ این مواد رادیواکتیو طی مذاکرات آژانس و تهران قدرت‌های اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان را بر آن خواهد داشت تا در نشست آتی شورای حکام آژانس که در ماه ژوئن منعقد خواهد شد، فشارهایی را برای صدور قطعنامه‌ای در حمایت از موضع ایالات متحده آمریکا اعمال کنند. توافق حاصله در ماه گذشته کمک کرد تا مذاکراتی به منظور متقاعد کردن قدرت های اروپایی جهت به تأخیر انداختن تلاشا برای صدور قطنامه ای انتقاد آمیز علیه ایران طی نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شود. این مذاکرات به اجتناب از تنشزایی میان ایران و غرب انجامیده که میتواند باعث تلاش هایی برای بازگشت واشنگتن و ایران و پایبندی کامل آنها به توافق 2015 شود توافقی که به موجب آن ایران قبول کرده تا در ازای برداشتن تحریم ها برنامه هسته‌ای خود را مهار کند همچنین عدم توضیح منشأ این مواد رادیواکتیو طی مذاکرات میان آژانس و تهران منجر به صدور قدنامه ای طی نشست ماه ژوئن شورای حکام آژانس علیه ایران و در حمایت از موضع ایالات متحده ای آمریکا خواهد شد در این راستا آژانس بینالمللی انرژی اتمی در بیانیه ای گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران امروز روند فشرده ای را با هدف توضیح مسائل پیچیده مربوط به تعهدها آغاز کردند. آژانس افزود که نشست میان ایران و آژانس در سطح کارشناسان برگزار شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا معتقدند که ایران برنامه سری هماهنگ ای را برای ساخت سلاح هسته‌ای در دست داشته که در سال 2003 متوقف شده است. ایران اما همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را تکذیب می‌کند. در دو سال گذشته بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آثاری از اورانیوم فناوری شده در سه سایت کاملا اعلام نشده ی ایران کشف کردند که آیکی از آن است که این دارای مواد رادیواکتیو مرتبط با فعالیت های قدیمی است که کسی از سرنوشت آن آگاه نیست در این راستا آژانس وظیفه دارد که این مواد رادیواکتیو را ردیابی کرده تا مطمئن شود که ایران هیچ موادی را برای ساخت سلاح هسته‌ای فراوری نمی‌کند این مسئله یکی از عواملی بوده که تلاش های دیپلماتیک برای احیای توافق 2015 که دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت ایالات متحده در سال 2018 از آن خارج شده را ناکام کرده و ایران را بر آن داشته تا بندهایی از این توافق را نقض کند اکنون اما جو بایدن رئیس جمهوری دموکرات آمریکا در تلاش است تا توافق هسته‌ای با ایران را احیا کند در حالی که واشنگتن و تهران درباره نحوه بازگشت به آن با یکدیگر اختلاف دارند از طرفی قرار بود که اولین نشست آژانس بینالمللی انرژی اتمی و ایران برای بررسی موضوع آثار اورانیوم کشف شده در تهران در اوایل آوریل برگزار شود این نشست اما در وین و در پی تدارک برای گفتگو جهت احیای توافق هسته ایران و سایر طرفها و در سایه اقدامات دیپلماتیک فشرده ایالات متحده به تعویق افتاد از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت که نشست امروز در وین در حالی برگزار شد که کارشناسان ایرانی نیز در جای دیگر در پایتخت اتریش نشستهای جداگانه ای را درباره برجام برگزار کردند اتحادیه اروپا دوشنبه ضمن تاکید بر پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای در وین از تمایل طرف‌های این مذاکرات برای نجات برجام و بازگرداندن آمریکا به توافق هسته‌ای 2015 با ایران خبر داد. از و در حالی که اتحادیه اروپا و روسیه از پیشرفت چشمگیر مذاکرات وین خبر دادند، آمریکا اما گفته اگر از پایبندی کامل ایران به برجام مطمئن نشوند تحریم ها برداشته نخواهد شد در حالی که اروپایی ها آمریکایی ها و کشورهای عربی خواستار اضافه کردن بندهای از جمله برنامه موشکی ایران دخالت در امور کشورهای منطقه و حمایت تهران از گروه های تروریستی نیابتی به توافق با ایران هستند مقامات ایران اما میگویند این مسائل از برنامه هسته جدا است و شرط بازگشت تهران به توافق هسته را رفع کامل تحریم های اعمال شده علیه این کشور اعلام کردند